خدمات فدرالی مانیتورینگ مولوی روسیه یا روسفین مانیتورینگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رسما بر روی خط تروریستان و افراطیان شامل کرده است. در این باره روز 28 فوریه سال 2023 خبرگزاری روسی ریا نوستی از روی خط نوشده روسفین مانیتورینگ خبردار شده است. در برابر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این روی خط سیاه روسفین مانیتورینگ همچنین بطلیان اختیاران تاتارهای قریم به نام نومان جلبیچی خان نیز شامل کرده شده است. روی خط سیاه روسفین مانیتورینگ تا امروز 12,880 شخص علایده و همچنین 540 سازمان و گروه را فرا میگیرد. در این روی خط سیاه بیش از 500 تن آزادگان تاجیکستان و همچنین چند گروه نیز مربوط به تاجیکستان از جمله حزب نهضت و سازمان های جماعت خطلان و راهنما به سوی دولت اسلامی نیز هستند. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر سال 2022 بر اساس درخواست دوستان کل این کشور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل اپوزیسیای تاجیک را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت این حزب را در قلمرو روسیه رسما منع کرد. در خدمات مطبوعات دادگاه عالی روسیه گفتند که مرافع این مسئله به شکل بسته صورت گرفت و دادگاه درخواست دوستان کل را قانونی ساخت. به این ترتیب روسیه نخستین کشور خارجی شد که با تقاضای دوشنبه حزب نهضت را رسما سازمان تروریستی اعتراف کرد. قبلا دوستان کل روسیه از دادگاه عالی خواسته بود که این تشکل عمده اپوزیسیای تاجیک را سازمان تروریستی اعتراف کند. در خود تاجیکستان فعالیت حزب نهضت هنوز سال 2015 منع گردیده. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر روی خط سیاه سازمان های افراطی و تروریستی شامل کرده شده است، ولی تو کنون تلاش های دوشنبه برای تروریستی اعتراف شدن این حزب از سوی دولت های دیگر و سازمان های منطقوی به نتیجه بودند. در عرفه بررسی مسئله حزبش در دادگاه عالی روسیه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مویدین کبیری با یک نامه سرکشاده به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مراجعه کرد. کبیری در این نامه قصد تروریستی عنوان کردن حزبش در روسیه را شکست گیاپولیتیکی و اشتباه بزرگ عنوان کرده نوشته بود که این اقدام مسکو باعث از دست دادن دستاوردهای گیوپولیتیکی بیش از یک عصر اخیرش در تاجیکستان و منطقه خواهد شد.